آقای دکتر، سال نورم به شما تبریک میگم. متشکرم، ممنونم همچنین. آقای دکتر، من وقتی بهار میرسه خون دماغ چه میشم وقتی بوی گلی بهم میخوره؟ یا اینکه مثلا چشم خارش میگیره؟ بله. آبریزش بینی میگیرم. بله. بعد پاهمم یه دونه‌های خیلی بزرگی میزنه که خیلی خارش میگیره. بعد همیناستیه. شکل این دونه‌هایی که تو پاتون میزنه به چه شکلیه؟ بزرگه، خیلی بزرگه، تقریبا یعنی پهن و برآمده است. بله؟ بله. پهن و برآمده است؟ بله، یه ذره پهنه. بسیار خوب. سوال خاصی های دکتر نداری؟ خیلی ممنونم از تماستون. ببینید، علائم آلرژی در فصل بهار که خب همون عطسه، آبریزش بینی توی ناحیه گوش و حلق و بینیه، توی پوست میتونه به صورت کهیر، همین چیزی که این بیننده خوبتون بهش اشاره کردن، میتونه ایجاد بشه. تحریک آسم هم که توی دستگاه تنفسی تحتانی میتونه ایجاد بشه. حالا فردی که آلرژی داره، مخاط بینیش میتونه شکننده بشه و همراه اون میتونه خونریزی از بینی پیدا کنه. یعنی خونریزی از بینی جز علائم آلرژی نیست، ولی فردی که آلرژی داره به دلیل شکنندگی عروق مخاط میتونه دچار خونریزی هم بشه. شما علاوه بر این که اون خونریزی مخاطش رو باید درمان کنید، آلرژی رو هم باید درمان کنید. یعنی دوتا بیماری جفتش باید درمان بشه تا فرد مشکلش حل بشه. حالا چرا پیشگیری کننده در ارتباط با این خونریزی های بینی که ناشی از خشکی مخاط هست دارید؟ چرب کردن مخاط دیگه. حالا بهترینش همون استفاده از ویتامین آ. در افرادی که مخاط شکننده میشه، دوره یکی دو هفته‌ای پماد ویتامین ها صبح و شب استفاده کنه خیلی بهش کمک میکنه. بسیار خوب. به اضافه اینکه بیماری زمینه‌ای هم باید درمان بشه. درمان بشه. مثلا فردی که سینوزیت مزمن داره، شما بهش پماد ویتامین ها بدی، خب مشکلش حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این یه هفته خوبه، بعد دوباره اون سینوزیت مزمن مخاط شکننده میکنه. یا فردی که آلرژی داره، آلرژیش هم باید درمان بشه. یعنی اون علت اصلی باید درمان بشه. اگر علتی وجود نداشت، وقت درمان علامتی که همون استفاده از پمادهای کرم‌های چرب کننده داخل بینی. بسیار. آیدو، حالا می‌رسیم به این سوال که یه سری رفتارهای سنتی توی مردم رایج هست که برای اکثر بیماری‌ها انجام میدن. حالا